Salam ve vakit bekir. Böyle bir videomuz masada tasavvuf ve dini ya dini replikasyon sohbet mekirim. Keçi to yek dini duruşlayı kopi verdari meçhez bir her duruştir ve du molekule dini ya du zincir dini ile meysazan. پروسه ریپلیکشن چی وقت اتفاق میفته؟ اهمیت پروسه ریپلیکشن چیست؟ یعنی چرا دی ان ای مولکول های دی ان ای در حجرات باید کپی برداری شوند؟ چرا از یک مولکول دی ان ای دو مولکول دی ان ای ساخته شوند؟ حجرات پیش از اینکه انقسام کنند اول ریپلیکشن اتفاق میفته یا یکی از مراحل انقسام حجره یا سایکل که در نظر بگیریم اسپیس زیاد میشن که در اینجا حجرات چه دینه ریپلیکیشن میکنن دینه که ریپلیکیشن کرد از هر مولکول دینه کپی ازی ساخته میشه وقتی کپی ازی ساخته شد بعد از او حجره به طرف انقسام حجره میره به طرف ام فیز میره و انقسام میکنه از یک حجره مادری دو حجره دختری ساخته میشه که از کروموزوم های کپی شده هر کپی ازی به یک حجره انتقال میکنه خب چطور اتفاق میفته؟ ببینید اگر به طور مثال یک مولکول دینی در نظر بگیریم یک کروموزوم در نظر بگیریم یک رشته یک زنجیر دینی در نظر بگیریم که از دو رشته ساخته شده و سلسله از ای تی جی سی سی جی تی ای و جی سی باشه چی کار میشه؟ در بروی هر رشته دینی یک رشته جدید چه میشه؟ ساخته میشه که ببینید به اساس قانون واتسن و کریک در مقابل تی ای قرار میگیره در مقابل سی جی در مقابل جی سی در مقابل ای تی و در مقابل سی جی همین رقم به شکل هم اتفاق میفته حالا ببینیم که از یک زنجیره دی ان ای دو زنجیره دی ان ای چی شد ساخته شد خب هر زنجیره دی ان ای که جدیدا ساخته شده آیا با هم معادل هستن یعنی بله کاملا معادل هستن و هر دوی از این زنجیرهای جدید دی ان ای یا زنجیره های دختری دی ان ای با زنجیر مادری معادل یا مساوی عین چیز هستن یا نیستن بله هستن از این خاطر کپی برداری میشه از این خاطر خواص ای ار سی از یک حجره به حجره دیگه همسان انتقال میکنن یا خواص ای ار سی از یک نسل به نسل دیگه همسان انتقال میکنن دلیلش هم همین است که چون حجرات انقسام میکنه اول پیش از اینکه انقسام کنه ریپلیکیشن میشه مواد جنتیکیشان یعنی همو دی ان ایشان جین هایشان کپی برداری میشه و کپیش به حجرات بعدی انتقال میکنه که این کپی ها معادل یکی دیگه هستن خب ریپلیکیشن چی است؟ چطور یک اتفاق میفته؟ اول یک نگاه اجمالی عمومی بر ریپلیکیشن مندازیم اگر ایره زنجیری دینه در نظر بگیریم دورش نداره یک ناحیه از یک قسمت از یک ریپلیکیشن از اونجا آغاز میشه به نام ریپلیکیشن اوریجن یاد میشه یا ناحیه آغاز چی؟ ریپلیکیشن یک تعداد پروتین های خاصی هست که با این ناحیه وصل میشه و باعث میشه که امی قسمت ها چی شوه؟ زنجیر دی ان ای از هم دور شوه وقتی که از زنجیر دی ان ای از هم دور شد از امی قسمت ها رشته جدید دی ان ای چی میشه؟ ساخته میشه البته یاد ما باشه که ابتدا یک رشته کوچک آر ان ای وصل میشه به نام که در اینجا برنگ آبی نشان داده که به نام آر ان ای پرایمر یاد میشه اولی نصب میشه و به طبیع قیب از رشته دی ان ای چی میکنه؟ امتداد پیدا میکنه به این شکل ببینین در هر دو رشته دی ان ای ما داریم در مقابلش رشته جدید دی ان ای ساخته میشه البته از چی شروع میشه از آر ان ای پرایمر خب این حال یک ریپلیکیشن ببل یا حباب ریپلیکیشن تشکیل میده چون از نگاه ساختمان ببینید مثل یک حباب باره در عکس های کریستالوگرافی اینا دیده شده که به شکل حباب واسه می قسمت که ریپلیکیشن انجام میشه از این خاطر این ریپلیکیشن ببل یاد میکنن معمولا ریپلیکیشن به دو طرف چی میشه انجام میشه هم به این طرف رشته دی ان ای باز شده میره رشته جدید دی ان ای برای رشته مادری ساخته میشه و می رقم دو رشته دی ان ای به این طرف ریپلیکیشن بابل چه میشه باز شده میره و رشته جدید دی ان ای به این طرف ساخته میشه و می رقم قسمت باقی میمونه از قسمت اوریجن ریپلیکیشن در این قسمت هم چی ساخته میشه رشته جدید ساخته میشه به این شکل این ادامه پیدا میکنه که این ناحیه را که باز پس سرش به تفصیل صحبت میکنیم ریپلیکیشن فارک یاد میکنه و این طرف هم
ریپلیکیشن فارق یاد میشه در این هایه. از این قسمت ها باز شده میشه و باز میشه و پروسه ادامه پیدا میکنه. خب یک عمومیات بود درباره ریپلیکیشن که چطور اتفاق میفته. پروسه ریپلیکیشن بیشتر در حجرات پروکاریوت بخصوص ایکولای بسیار مطالعه شده، اما در حجرات یوکاریوتیک هنوز به طور کامل دانسته نشده. اگرچه در پرنسیب پروسه ریپلیکیشن در حجرات یوکاریوتیک و پروکاریوتیک با هم چی هستن؟ معادل هستن، مشابه هستن. از این خاطر بیشتر مطالعه صورت میگیره. در اینجا که ما بیشتر گپ میزنیم در این پریزنتیشن، بیشتر روی ریپلیکیشن در حجرات پروکاریوتیک هست، ولی در حجرات یوکاریوتیک هم صدق میکنه. مثلا اگه ما در حجرات یوکاریوتیک در نظر بگیریم، مراحل تضاعف دینی در حجرات یوکاریوتیک به 6 مرحله تقسیم شده. اول شناسی ناحیه مبدا ریپلیکیشن که مو ریپلیکیشن اوریجن یاد میشه، اول شناسایی میشه و بعد از او نیکلوزوم ها هایدرولیز میشن و میرقم رشته دینه باز میشه از هم که با مصرف انرژی صورت میگیره. از یک زنجیر دورشتهی به یک زنجیر یک رشتهی تبدیل میشه و امیرقم یک هیجاد چهار شاخه تضاعف است که یا ریپلیکیشن فارک یاد میشه و سنتیز پرایمیر از مرحله سیوم. مرحله چهارم شروع سنتیز دینی و تبدیل شدن است. مرحله پنجم ایجاد حبابای تضاعف است و پیوندهی قطعات اوکازاکی است و بالاخره مرحله آخر که تمام قطعات با هم وصل شد، پروسه ریپلیکیشن خلاص شد، دوباره ساختمان کروماتین ساخته میشه که در حجرات یوکاریوتیک هم دوباره نیکلوزوم ها ساخته میشه و دوباره شکل کروماتین ایجاد میشه. خب اگر پروسه ریپلیکیشن رو در نظر بگیریم، این رشته قالب است. همیشه رشته های نیکلیک اسید چی آر ان ای باشه چی دی ان ای باشه از سمت 5 زبر به طرف 3 زبر ساخته میشه. اگر یک رشته یکی از رشته های الگو در نظر بگیریم که سمت 5 زبر به سمت از 3 زبر به 5 زبر خوانده میشه، رشته جدیدی که ساخته میشه، اول یک قطعه کوچک آر ان ای ساخته میشه. اول قطعه کوچک به خاطر آغاز پروسه ریپلیکیشن، اول یک قطعه کوچک آر ان ای ساخته میشه که رو به نام آر ان ای پرایمر یاد میکنم. وقتی که پرایمر ساخته شد، بعد از او چه میشه؟ نیکلوتاید های جدید دینه یا دیوکسی رایبو نیکلوتاید ها چه میشه؟ وصل میشه. وقتی که وصل شد، آهسته آهسته چه میشه؟ زنجیر دینه در به امتداد رشته کوچک آرنه که بنام پرایمریات میشه، رشته جدید دینه ساخته میشه. البته در مقابل چی؟ در مقابل رشته الگو. البته از سمت چی؟ 5 زبر و طرف 3 زبر. یاد ما باشه که این رشته جدید متمم رشته الگو، یعنی اگه در مقابل اینجا اینی نیکلوتاید چی باشه؟ اینی نیکلوتاید A باشه، در اینجا باید چی قرار بگیره؟ در رشته جدید T قرار بگیره. شما اگر ببینین، این انزایم دینی پولیمریز است، انزایم اساسی کی کار انجام میده؟ دینی پولیمریز است. ببینین اینی رشته تمپلیت است، رشته جدید ساخته، ولی یک پرایمر وجود داره. حالا در مقابلش چی میکنه؟ و امتداد از او نیکلوتاید های دینی را چی میکنه؟ وصل میسازه. خب یک تعداد پروتین های عمده که در پروسه ریپلیکیشن نقش داره، خود انزایم دینی پلیمریز است که نیکلوتاید های دینی را چی میکنه؟ نصب میکنه تا رشته جدید دینی ساخته شود. انزایم هلیکیز است که دو رشته دینه مادری را از هم وصل میکنه. شما میفهمید که دو رشته دینه توسط رابطه هیدروژنی با هم وصل است، ایره چه میکنه؟ واز میکنه یا از هم دور میسازه، البته به کمک ATP که دقیقاً یک مقدار مارپیچ از ایران واز میکنه. وقتی که رشته دینه واز میشه چه میشه؟ یک مقدار مارپیچ به قسمت های دیگه زیادتر انجام میشه که انزایم دیگه به نام توپ آیزومیرز این مارپیچ های اضافی رو چی میکنه؟ که توسط هلیکیز ایجاد شده رو واز میکنه. DNA پرایمیز چی کار میکنه؟ انزایم است که قطعه کوچک RNA پرایمیر رو نصب میکنه و به این خاطر که دو رشته جدید DNA از هم دور وانه، خصوصا لگینگ استرند، چی کار میشه؟
یک تعداد پروتین های است که به نام سینگل استرنگ بایندینگ پروتین یا SSBP که میشه در رشته های باز شده دی ان ای وصل میشه تا مانع از دوباره بسته شدنشان توسط رابطه هیدروجنی شود و بالاخره دی ان ای لایگز یک انزایم است که چی میکنه اما قطعات اوکازاکی را یا قطعات جدید دی ان ای که ساخته شده ایره با هم پیوند میده که حالا هر کدام از یارو ما با تفصیل در سلاید های بعدی میبینیم. خب میایم اول سر ناحیه آغاز ریپلیکیشن، یک قسمت که به نام اوری یا اوریجن آف ریپلیکیشن یاد میگنن. اگر ما شما یک دینه که معمولا از پروکاریوت القوی در نظر بگیریم، این ناحیه ناحیه به نام چی هسته؟ به نام این ناحیه هسته که از اینجا ریپلیکیشن آغاز میشه. خب این به نام اوری یاد میکنن یا اوریجن آف ریپلیکیشن. اوریجن آف ریپلیکیشن یک تعداد پروتین های هست که می این شناسایی میکنه. اوریجن ریپلیکیشن اوریجن ریکوگنیشن کامپلکس پروتین هاست. اینمی ناحیه آغاز ریپلیکیشن در روی دینی چی میکنن؟ شناسایی میکنن. وقتی که شناسایی کردن نزدیک به ناحیه آغاز، نزدیک به می قسمت که توسط پروتین های شناسایی کننده ناحیه آغاز شناسایی شدن وصل شده، یک ناحیه وجود داره که غنی از AOT است، از نیکلوتاید های AOT، یعنی در یک طرف A زیاد است، در یک رشته دیگه T زیاد است. ما میفهمیم که با T توسط دو رابطه هیدروژنی وصل است. بنان نظر به GC، ارتباط GC سستر است، ضعیفتر است. بنان وقتی که غنی از AT باشه، این ناحیه اتصال بسیار ضعیف می باشه که دو تا رشته با هم چه میشه؟ واز میشه. وقتی که واز شد باعث میشه که انزایم هیلیکیز بیای با اینا وصل شد و می رقم ای بیشتر واز میشه، به دو طرف بیشتر واز میشه، ببینین بر دو طرف واز میشه و پروسی ریپلیکیشن صورت میگیره، رشته های جدید چه میشه؟ ساخته میشه. خب همین ناحیه که ما میگیم به ناحیه اوری یا اوریجن آف ریپلیکیشن، از دو قسمت بسیار اساسی ساخته شده. یکی کور کامپوننت یا اونمو محتویات یا امو بخش های اساسی از این. بخش های اساسی از این شامل اوریجن ریکوگنیشن المنت است، او آر ای یاد میشه، اونمو قسمت هایی که شناسایی میشه. دینی انوایدنگ المنت است، اونمو قسمت که چی میشه؟ دینی دورشته از هم دور میشه، دورشته دینی که به طور معمول با هم توسط رابطه هیدروژنی وصل است از هم دور میشه. و یک ناحیه داره که غنی از نیکلوتاید های ATS است که ایره به نام ATS ریچ المنت یا ناحیه یا عناصر غنی از چی؟ نیکلوتاید های AOT. و در بعض دینیا ریپلیکیشن اوریجن دارای یک تعداد محتویات کمکی هم است. اگر اینجا شما مثال شده نظر بگیرین، میبینین که اواری است یا اوریجن ریکوگنیشن المنت است. بعد از او در پولی از قسمت هایی است که دینی انوایندنگ المنت است و یا ایتی ریچ المنت است. میبینین اینمی سه ناحیه را به نام چی یاد میکنیم؟ کور کامپوننت یاد میکنیم که در بعض چی بگیم دینی ها در بعض موجودات اینا با هم میدانه که چی باشه؟ خلط باشن، یعنی ET rich element میتونه که با DUE مدغم باشه. اگه یک مثالشه در یوکاریوت ها مثل خمیر مایع در نظر بگیریم، نیست خمیر مایع از جمله فنجی ها است. خب ایره همین ناحیه اوریجن آف ریپلیکیشن از ایره به نام AAS یاد میکنن، درست است؟ خب در AAS ببینین چی وجود داره. اینی مکمل اگه ایره در نظر بگیریم که ARS است، جایی که ریپلیکیشن آغاز میشه. یک قسمتی است که ORE است، اونمو ORE هم دقیقه چی بود؟ Origin Recognition Element بود. اینجا چه میشه؟ توسط پروتین های ORC یا اونمو پروتین هایی که چی میکنن؟ ناحیه اوری را شناسایی میکنن یا اوریجن ریکگنیشن کامپلکس است. این پروتین ها میای با این قسمت چه میشه؟ وصل میشه، این ناحیه رو چه میکنه؟ شناسایی میکنن. خب این ناحیه که شناسایی کرد، یک نزدیک به یک قسمت وجود داره که
معمولا چی هست ایره پیشتر ما گفته بودیم که دی یو ای هست اونم دی ان ای انوایندینگ المنت هست جایی که دی ان ای درشت با هم از هم چی شده؟ وال شده که میبینین یام چی هست؟ غنی از ای تی هست یعنی نیکلوتاید های ای و تی یعنی در یک طرف ای باشه در یک طرفش تی زیاد هست در یک رشته ای در یک رشته تی زیاد هست بنان یک ارتباط بسیار سست دی قسمت می باشه بسیار و آسانی اینجا چی میشه؟ واز میشه که نمیره در مجموع به نام چی یاد میکنن؟ به نام ای آر اس یاد میکنن که مخففش چی هسته؟ اوتونوموسلی ریپلیکیشن سیکونس هسته یا نمو سلسله ریپلیکیشنه که به شکل خود به خودی چی میشه؟ واز میشه خب این یک مثال بود که در خمیر مایه دادیم حالا ببینیم که ریپلیکیشن در باکتریا چطور صورت میگیره حالا کمک میمیم آساس رو میریم به دیتیل این ناحیه هسته اوریجن آف ریپلیکیشن است یا ریپلیکیشن اوریجن یا ناحیه که چی میشه از اینجا ریپلیکیشن آغاز میشه یک دینه حلقوی کلان یک باکتریا است یک ناحیه از این به نام چی میشه؟ به نام ریپلیکیشن اوریجن یاد میشه ناحیه یا مبدا آغاز ریپلیکیشن در یک قسمت از این میبینین که یک ناحیه هست که یه غنی از نیکلوتاید های AOT هست خب این توسط پروتین های ORC چی میشه؟ شناسایی میشه یا در بعض کتاب های پروتین ها را به نام پروتین های اینیشیتر یا آغاز کننده هم یاد میکنن توسط از این وقتی که شناسایی کرد باعث میشه که اونمون ناحیه که AT بود ببینین چی شد؟ دیستیبلایز شد یعنی چی شد؟ سست شد ثباتش از بین رفت از هم چی شد؟ دور شد حالا که از هم دور شد یک انزایم دیگه این نمیدانه که باقی کل دینه دیگه رشته دینه از هم دور شد تنها این نمی قسمت AT غنی از AT که است اینجا تنها میتونه در مرحله اول باز شود حالا ضرورت از بخاطر از اینکه تمام رشته دینه باز شوه و در مقابل هر رشته دینه مادری یک رشته جدید دختری ساخته شوه از این خاطر یک انزایم است به نام انزایم هلیکیز انزایم هلیکیز ضرورت است که با هر رشته از این بسته شود خب اینال این انزایم هلیکیز به یک پروتین دیگه ضرورت داره که به نام هلیکیز لودینگ پروتین یاد میکنه این لودینگ پروتین با هلیکیز یک جای شده میه برشته های مادری دینه در امو قسمت هایی که ابتدا باز شده وصل میشه این زرد ببینین این زرد چه است؟ رشته انزایم هلیکیز است انزایم هلیکیز چی کار میکنه؟ یک انزایم هلیکیز که در این رشته وصل است به این طرف عمل میکنه حرکت میکنه رشته دینه رو از هم باز کرده میره انزایم هلیکیز که با این یک رشته وصل است به این طرف حرکت میکنه و رشته دینه رو چی میکنه؟ باز کرده میره به این شکل خب دی تیر خیر اکثر شپنشان داده شده که میتونه این به این طرف حرکت کنه این به این طرف حرکت کنه وقتی که چی کار شد انزایم هلیکیز بسته شد به شکل ثابت با رشته های دینه مادری وصل شد اونم لودینگ پروتین چه میشه جدا میشه این پروتین بود که ثبات میبخشید هلیکیز با رشته دینه مادری حالا هر کدام از این به اون سمت خود حرکت کرده هر رشته هلیکیز چه میکنه و رشته دینه را واز میکنه خب حالا وقتی که این واز شد ضرورت است که یک پرایمر آر ان ای به شکل آغازگر رشته جدید دینه که به نام رشته دینه ما دختری یاد میکنیم اینجا باید چی کنه؟ نصب شود این همی کار از چی کار میکنه؟ یک انزایم به نام پرایمیز اینجا نشته است انزایم پرایمیز که چی میکنه؟ پرایمر یا آغازگر چی میکنه؟ نصب میکنه خب اول این انزایم پرایمیز می با دینه هلیکیز چی میشه؟ وصل میشه و باعث میشه که چی کنه؟ این نیمی قسمت یک پرایمر نصب کنه اینجا میبینین یک پرایمر چی کرد نصب کرد که رنگ آبی به رنگ آبی نشان داده انزایم پرایمیز دینه پرایمیز به رنگ آبی است فیروزه ای ببخشین و رشته پرایمر را هم که میسازه به رنگ چی است فیروزه ای است خب پرایمر چی است پرایمر دقیقت اونمو چی است یک سلسله کوچک حدودا 10 15 یا 20 نیکلوتاید آر ان ای است دقیقت رایبو نیکلوتاید ها بالوی هم وصل شده یک رشته کوچک آرانه را می سازه دین پرایمیز دقیقت چی است؟ یک دومین داره که آرانه پولیمریز است خاصیت آرانه پولیمریز داره معمولا آرانه پولیمریز ها را ما در ترانسکریپشن خواندیم که نیاز به چی ندارن؟ نیاز به یک پرایمر ندارن از نیکلوتاید اولی میتونن چی کنن؟ بسازن از این خاطر اول یک رشته کوچک آرانه ساخته میشه بعد از او انزایم دیگه عمل میکنه دینه پلیمریز
پلیمریز میفهمین؟ پلیمریز امو انزایم های گفته میشه که پلیمر را میسازه، مثل آر ان ای پلیمریز که در ترانسکریپشن خواندیم که پلیمر آر ان ای را میسازه و دی ان ای که خودش یک پلیمر از واحدهای مونومر نوکلئوتاید ها ساخته شده. حالا چی میشه؟ انزایمش به نام دی ان ای پلیمریز یاد میشه. دی ان ای رنگی که نشان داده اینی انزایم چی هست؟ دی ان ای پلیمریز میای چیکار میکنه؟ رشته جدید دی ان ای را میسازه از این قسمتی که آر ان ای پرایمر نصب شده. رشته جدید دی ان ای به تو طرف چی میشه؟ ساخته میشه. ببینید این رنگ فیروزه اینجا پرایمر است. رشته جدید دی ان ای توسط انزایم دی ان ای پلیمر ساخته شده از این طرف هم به این طرف هم. خب میمونه قسمت باقی مانده از این در هر رشته نیمه از ریپلیکیشن بابل، یعنی ریپلیکیشن بابل است، نیمه از ریپلیکیشن بابل چی ساخته میشه؟ رشته های جدید به شکل قطع قطع ساخته میشه. در اینجا در اینجا ولی در یک طرف هر رشته که از قسمت اوریجن آف ریپلیکیشن شروع میشه رشته به شکل متواتر ساخته میشه. گیره آساس با سرش به تفصیل بحث میکنیم. به این شکل که ریپلیکیشن فارک به این طرف پیش میره، دو دانه رشته دینی را از هم دور میکنه، دی طرف هم رشته دینی دور میشه و رشته های جدید دینی دختری در مقابل هر رشته دینی مادری ساخته میشه. یک عمومیات بود که ده چی بود؟ ریپلیکیشن اتفاق میفته. دیدین اول چی کار میشه؟ پروتین اول ناحیه ریپلیکیشن اوریجن داریم، یعنی ناحیه مبدای ریپلیکیشن که غنی، یک قسمتش غنی از نیکلوتاید های ای تی است، چون ای تی با هم رابطه ساز داره. پروتین های اینیشیتور پروتین یا پروتین های شناسایی کننده یا آغاز کننده ریپلیکیشن آمد ناحیه شناسایی کرد، قسمت های ای تی باز شد، انزایم هیلیکیز که با لودینگ پروتین وصل است آمد به هر رشته وصل شد، لودینگ پروتین جدا شد. انزایم هیلیکیز وظیفه چی بود؟ دو رشته دی ان ای را از هم باز میکرد، به دو طرف حرکت میکردن، رشته دی ان ای را باز میکردن. ولی رشته دی ان ای که باز شد اول ضرورت بود که یک قطعه کوچک آر ان ای پرایمر نصب شود که توسط انزایم دی ان ای پرایمیز چی میشه؟ ایجاد میشه. قطعات کوچک آر ان ای پرایمر که نصب شد، حالا به امتداد از این قطعات کوچک دی ان ای جدید به امتدادش ساخته میشه که توسط انزایم دی ان ای پلیمریز انجام میشه، به دو طرف ساخته میشه، یک ریپلیکیشن بابل ساخته میشه. به ریپلیکیشن بابل از قسمت مبدای ریپلیکیشن به طرف که اگر در نظر بگیریم به طرف سمت 13 بر 15 بر در هر دو طرف رشته دی ان ای، یک رشته دی ان ای چی میشه؟ رشته های دی ان ای به شکل متواتر ساخته میشه. ولی به سمت مخالف از این رشته های دی ان ای به شکل قطع قطع چی میشه؟ ساخته میشه که داخل با هم وصل میشن و این ریپلیکیشن بابل چی میشه؟ تبدیل شده میشه، چون به طرف دو طرف دی ان ای رشته دی ان ای باز شده میره. خب حالا یک شیمای عمومی ببینیم چی کار میشه. اول میای یک انزایم ناحیه شناسایی که شد ریپلیکیشن اوریجن شناسایی شد، درشته دی ان ای در قسمت ای تی خود واس شد، انزایم هلیکیز میای میبینین رابطه های هایدروجنی رو بین دو رشته دی ان ای مادری قطع میکنه از مشکلانه، انزایم هلیکیز دو رشته دی ان ای از هم چی شد؟ واس شد. بعد دو پروتین های به نام SSBP سینگل استرند بایندینگ پروتین ها میای با هر رشته مادری وصل میشه تا مانع از این شود که درشته با هم دوباره چی شود؟ وصل شود. وقتی که هلیکیز پیش میره، اگر شما یک ریسپان را که مارپیج از درشته ساخته شده، خصوصا ریسپان های سابقه را که از پشمی بود، اگر شما این را باز کنین میبینین داخل تاو زیاد شده میره بدون از اینکه تاو باز نکنین. بنان یک انزایم به نام دیگه به نام توپوایزومریز عمل میکنه، تاو دینی را چی میکنه؟ باز میکنه. خب حالا چی کار میشه؟ یک انزایم به نام دی ان ای پرایمیز چی کار میکنه؟ میای قطعه کوچک از چیره آر ان ای پرایمر نصب میکنه. آر ان ای پرایمر که نصب شد به امتداد از دی ان ای پلیمریز رشته جدید آر ان ای چی میکنه؟ دی ان ای را میسازه به امتداد آر ان ای پرایمر. در اینجا به این شکل اینا چی کار میشه؟ به یک طرف چون به سمت که واز میشه آر ان ای دی ان ای مادری هلیکیز پیش میره، این رشته از سمت چی هسته ببینین؟ این رشته از سمت 15 بر به طرف 13 بر است. این حالا چی کار میشه؟ رشته جدیدی که ساخته میشه از این سمت 15 بر به طرف 13 بر، این دو تا رشته باید موازی و مختلف الجهت باشه. معمولا رشته مادری از سمت 13 بر به طرف
پنج زبر خوانده میشه، یعنی عزیز هم دیس هم خوانده میشه، و رشته های دختری رشته جدید که ساخته میشه از سمت پنج زبر و طرف سه زبر ساخته میشه. این رشته رو ببینید، از پنج زبر و طرف سه زبر ساخته میشه، درست؟ خب اینا رو در این رشته ببینید، چون رشته مادری از طرف سه زبر و طرف پنج زبر خوانده میشه، به طرف پنج زبر رشته دینه وازم میشه، بینن آرن دین پولیمریز رشته جدید را که به امتداد آرن پرایمر ساخت ایره به امتداد هم تو ساخته میره، این طرف واز شده میره، هم تو پیش رفته میره. ولی معمولا در سمت دیگه که به او سمت برعکس از این هسته، این حال سمت سه زبر و طرف پنج زبر رشته مادری طرف است و پنج زبرش به سمت سه زبر طرف است. بنان وقتی که خانه صورت بگیره باید از طرف پنج زبر و ببخشید از طرف سه زبر و پنج زبر رشته مادری خانه صورت بگیره. این حال وقتی که این واز میشه، اول چی که میشه یک آر ان ای پرایمر نصب میشه، به امتداد از او باز آر ان ای پلیمر دین پلیمریز رشته جدید میسازه. منتظر میمونه که یک مقدار دیگه واز شه، باز آر ان ای پرایمر اینجا نصب کنه، باز به امتداد از یک رشته جدید بسازه. بنان این به شکل قطع قطع ساخته میشه، به شکل متواتر. از همین خاطر یک به شکل قطع قطع ساخته میشه، این قطعاتش به نام اوکازاکی فرگمنت یا قطعات اوکازاکی یاد میکنم. اینی رشته جدید دینه که به شکل متواتر ساخته میشه، این رشته در این سمت به نام لیدنگ استرند و این سمت به نام لگنگ استرند میکنه، رشته لگنگ و این رشته لیدنگ. این را آساس باز در سلاید های بعدی بازم به تفصیل تر میبینیم. خب حالا چی کار میشه؟ باز حالا آساس دانه به دانه میبینیم. وقتی که در قسمت ایتی غنی از ایتی دینه ریپلیکیشن در دینه در قسمت ریپلیکیشن اوریجن واز شد، انزایم چی کار میکنه؟ تو پایزیمیریز توایش آواز میکنه و انزایم هیلیکیز میه رابطه های هایدروجنی را بین نیکروتاید های دو رشته دی این ای قطع میکنه، درست است؟ بعد از پروتین های سنگل استرند بایدنگ پروتین ها یا SSBP اینجا وصل میشه و مانع از این میشه که چی شود؟ دو رشته دی این ای مادری با هم دوباره وصل شود. همین کار در دو طرف صورت میگیره، یک هلیکیز به این سمت ریپلیکیشن بابل یا حباب ریپلیکیشن عمل میکنه، یک ریپلیکیشن هلیکیز به این طرف عمل میکنه، درست است؟ به هر دو طرف عین کار صورت میگیره. در اینجا هلیکیز عمل میکنه، SSBP که در این سمت وصل شده، این سمت هم چی میشه؟ وصل میشه و مانع میشه که درشتی دینه با هم چی شود؟ وصل شود. ببینیم انزایم هلیکیز ما دیده بودیم که پروتین دیگه هم به خاطر که هلیکیز مستقیم با یکی از رشته های مادری وصل شده به نام لودینگ پروتین ضروره داشته. چی کار میکنه؟ هلیکیز وقتی که با یکی از رشته های دینه مادری وصل شد چی کار میکنه؟ هر جایی که رابطه هایدروجنی بین دو رشته مادری وجود داشته باشه برای چی میکنه؟ جدا میکنه. ببینید رابطه هایدروجنی را قطع میکنه. البته کار چطور صورت میگیره؟ با مصرف انرژی صورت میگیره. هلیکیز همیشه وظیفه چی است؟ رابطه هایدروجنی را برای بین دو رشته مادری دینه چی میکنه؟ قطع میکنه تا دو رشته مادری از هم جدا شوه که در مقابل هر کدام از این رشته دختری ساخته شوه. ببینید وقتی که هلیکیز عمل کرد این دو رشته را باز کرد، احتمال از این وجود داره که هر رشته مادری دینه با هم رابطه هایدروجنی را خودش در بین خود چی کنه؟ ایجاد کنه و یا دوباره پس توسط با رشته مقابل خود رابطه هایدروجنی را ایجاد کنه بسته شد. از این خاطر یک پروتین به نام سینگل استرند بایندینگ پروتین یا SSBP با هر رشته چی میشه؟ وصل میشه. وقتی که با هر رشته وصل شد، مانع از این میشه که اینی رابطه هایدروجنی بین خود رشته هم تشکیل شد و رشته را مستقیم میکنه تا دی این پولیمریز رشته جدید در مقابل رشته مادری ساخته بتانه. خیلی وظیفه هلیکیز فهمیدیم چی بود؟ دو رشته زنجیر مادری دینه زنجیر یا رشته های تمپلیت با هم وصل می باشن توسط رابطه هایدروجنی، هلیکیزی را از هم چی میکنه؟ جدا میکنه. خب حالا میبینیم که آغاز پروسه ریپلیکیشن صورت چطور صورت میگیره. اولین کاری که صورت میگیره، یک قطعه کوچک آر ان ای پرایمر ساخته میشه. قطعه کوچک آر ان ای پرایمر در نمو قسمت ریپلیکیشن اوریجن چی میشه؟ ساخته میشه آر ان ای پرایمر.
چرا ایده آر ان ای پرایمر میگه؟ پرایمر خونم آغازگر. آر ان ای چرا میگن؟ چون از نیکلوتاید های آر ان ای ساخته شده، یعنی نیکلوتاید های رایبو نیکلوتاید ها ساخته شده. انزایمی که کار میکنه با نام چت میکنه پرایمیز، این کار میکنه. چندین نیکلوتاید معمولا چه میکنه؟ نصب میکنه که در حدود 10 15 نیکلوتاید هسته، اندازه ازی درست. حالا که این نیکلوتاید ها ساخته شد، یعنی قطعه ابتدایی چیش ساخته شد؟ به خاطر دینه جدید یا دینه دختری قطعه ابتدایی ساخته شد. حالا انزایم دینه پلیمریز حالا قادر به این است که به امتداد این امی رشته پرایمر کارنه پرایمر است در قسمت نهایت از یا نیکلوتاید های دینه را یا دیوکسی رایبو نیکلوتاید ها را چی کنه؟ وصل کنه و زنجیر دینه را بسازه و امتداد بده. درست؟ دینه پلیمریز خودش قادر به این است یا قابلیت از این نداره که اولین نیکلوتاید رشته جدید دینه را نصب کنه. او تنها میدانه که در نیکلوتاید قبلی یک دینه جدید، یک دیوکسی رایبو نیکلوتاید جدید نصب کنه. از این خاطر های ابتدا یک رشته آر ان ای پرایمر ساخته میشه که چون آر ان ای پلیمریز ها قابلیت از این داره که نیکلوتاید اول نصب کنند. اما دینه پلیمریز از آر ان ای پرایمری چی میکنه؟ امتداد میده. خب دینه پلیمریز چیکار میکنه؟ نیکلوتاید های اینی مثال دو تا سرخی که در نظر گرفته شده آر ان ای پرایمر از آل دینه پلیمریز نیکلوتاید جدید نصب میکنه. نیکلوتاید جدیدی که نصب میشه در رشته جدید به اساس چی؟ به اساس نیکلوتاید مقابل از این. نیکلوتاید مقابل از چی است؟ مثال سی است. در اینجا پس چی نصب میشه؟ جی نصب میشه. نیکلوتاید هایی که آزاد کندوز نصب شده نشده این امی جی، ای به شکل گوانیزین ترای فاسید است. میبینید یک فاسید، دو فاسید، سه فاسید دارد. وقتی که دی ان ای پلیمریز میایره در نیکلوتاید قبلی نصب میکنم، مثلا در ابتدا اینی نیکلوتاید است که در پرایمر نصب میشه، چی میشه؟ دو تا فاسید از این جدا میشه، یک فاسید از این با موقعیت سیزبر نیکلوتاید قبلی با قند رایبوزش وصل میشه، اونمو فاسودایستر بانده یا رشته یا اتصال فاسودایستر چی میکنه؟ میسازه. وقتی که ساخت این رقم نیکلوتاید های بعدی چی میکنه؟ میسازه و در نتیجه چی میشه؟ لیدنگ استرن و لگنگ استرن چی میشه؟ تشکیل میشه. خیلی انرژی خود این پروسه تنام قسمتش از کجا به دست میاره؟ این زمین که رابط فاسو انهایدریت که در این وجود داره، این رابط غنی از انرژی هستند. این دو فاسید ابتدایی از این که اونمون بتا و گاما هست یا دارای رابط از یا دارای انرژی بالا هستند. این حالا وقتی که شکسته میشه پایروفاسید جدا میشه، انرژی پروسه رو چی میکنه؟ تامین میکنه که نمیره به نام الانگیشن یاد میکنن. نیکلوتاید های بعدی دینه چی میشه؟ نصب میشه. درست؟ پروسه الانگیشن. انیسیشن پرایمر نصب شد، ولی الانگیشن چی هسته؟ بعدی قسمت های باقی مانده دینه پلومیریز وقتی که ساخته میشه به نام الانگیشن یا طویل سازی یاد میشه. ما گفتیم که مثلا اگه چی رو بگیریم، یک نیکلوتاید A نصب میشه ولی ادینوزین ترایفاسید به شکل آزاد خود ادینوزین ترایفاسید است هم نیکلوتاید، یا ما گفتیم که به شکل نیکلوتاید های آزاد به شکل ترایفاسید است. ببینین اینی دتا فاس و انهایدریت باند هستن یا داره انرژی بالا هستن، وقتی که قطع میشن پایروفاسید میتن چی میکنن؟ یک انرژی پروسه را تامین میکنن. خب مثلا در اینجا ببینین ای رشته مادری است، رشته جدیدی که ساخته میشه، در اینجا جی بود، پس در مقابلش چی را نصب کرد؟ سی را نصب کرد، سه رابطه هیدروژنی تشکیل شد. اینجا تی از در مقابلش ای را نصب کرد، جی از در مقابلش آل چی را نصب میکنه؟ سی را. ابتدا که میاید اینجا چی نصب میشه؟ وقتی که جی نصب میشه، ببخشید سی نصب میشه، توسط انزایم دینه پلیمریز اتفاق میفته. درست؟ میبینید در اینجا ای دیوکسی رایبو نیکلوتاید است، در اینجا در موقعیت درست در موقعیت دویزی چی نداره؟ او نداره یا اکسیژن نداره، از این خود دیوکسی رایبو نیکلیک اسید است. توسط انزایم دینه پلیمریز نصب میشه. چطور صورت میگیره؟ اول رابط هیدروژنی نصب میشه، چون در مقابل جی سی وقت کامد سه رابطه هیدروژنی تشکیل شد. حالا گفته میشه که خیلی نیکلوتاید درست نصب شده. چرا؟ اگر ای باشه، ای سه رابطه هیدروژنی رو باید تشکیل داده نمیتونه، پس درست نیست. به این خاطر دقت از این پروسه بالا می باشه. دینه پلیمریز اولین کاری که میکنه دینه پلیمریز انزایم نیکلوتاید که میآید
نیکلوتاید درسته که باشه جی از مقابل سی است، این سه رابطه هیدروژنی رو تشکیل میده. بعد از او چیکار میکنه؟ بعد از او سه فاسده که این نیکلوتاید آزاد داره دو فاسدش جدا میکنه، وقتی که جدا کرد این به کمک مگنیزیم کار انجام میده. البته پروسه بسیار به دیتیل نمیریم که اینجا لایزین، تایروزین و ارجینین هم در قسمت های دومین اساسی دی ان ای پلیمریز نقش داره، ولی به او تفصیل نمیریم. فقط کار که میشه دادن فاسید ازی به شکل پایروفاسید جدا میشه که انرژی را تامین میکنه. در اینجا مگنیزیم بسیار نقش داره، مگنیزیم دو مثبت. و چی کار میشه؟ یک دانه فاسید ازی نیکلوتاید با اوی سیزبر نیکلوتاید قبلی چی میشه؟ وصل میشه و فاسو دای سر بانده می سازه، یا نمو بک بانه چی رو می سازه؟ رشته رو می سازه. این نصب شد آل نوبت پشت از این کدام نیکلوتاید می اینجا تیمه. اول دو رابطه های هیدروژنی رو تشکیل می ده و بعد از این پایروفاسفید جدا شده با قسمت سیزبر از این باز چی میشه؟ وصل میشه، به این شکل امتداد پیدا میکنه. بنان مکنیزم بسیار ایون های کتون های دو بلانس بسیار نقش هستی داره مثل مکنیزم. از این خاطر اگر ما شما ایدیتیر در پروسه ریپلیکیشن ایدیتی انداخته شود که مکنیزم کلسیم یا رشیلات جور میکنه، مانع از این میشه که دین چی پروسه ریپلیکیشن اتفاق بفته. خب ما پیشتر گفتیم که هیلیکیز وقتی که پیش میره دو رشته مادری دی ان ای را واز کرده میره، این باعث میشه که در این قسمت های قبلتر از ریپلیکیشن فارک یک چی به وجود بیاره؟ دور زیاد شوه، این تا تو زیاد بخوره دی ان ای که نمی مانع از این میشه که ریپلیکیشن فارک به خوبی پیش بره و هیلیکیز هم به خوبی دیگه پیش رفته بتانه، مانعش میشه چون در اونجا دور زیاد میخوره. نه ما شما میفهمیم که دی ان ای به شکل چی است؟ مارپیج است. دو تا رشته مارپیج که با هم وصل باشه، از یک طرفش که کش کنی واس کده بیر درشته از دور کنی، قبل تر از رشته امو ریسپان خوب تو زیاد میشه نمیشه؟ در دی ان ای هم همین رقم حالت هست. خیلی چی کار میشه؟ یک انزایم به انزایم به نام توپو آیزومیریز. توپو آیزومیریز چی کار میکنه؟ اینمی تو زیاده که توسط باز شدن رشته مادری دی ان ای به وسیله هلیکیز به وجود میاد و چی میکنه؟ واز میکنه. معمولا توپو آیزومیریز یک دو فعالیتاش کمک از هم متفاوت هسته، زیاد به تفصیل نمیریم. خب به طور مثال از جمله انزایم های توپایزومیریز ها یکیش توپایزومیریز نوع اول است. این چی کار میکنه؟ این یک در ناحیه اکتیف ساید خود تایروزین داره. تایروزین میای به ایمی از طریق اکتیف ساید خود این انزایم میای یکی از رشته های دی ان ای مادری را که رشته ها بسیار تاو خوردن در یک قسمت چی میکنه؟ مشکنانه. وقتی که شکستان گروپ اویچ تایروزین میده به یکی از نیکلوتاید ها و خودش از طریق فینول خود با یک نیکلوتاید قبلی از او از طریق گروپ فاسد چی میشه؟ نصب میشه. فاسد تایروزین بانده میسازه. درست؟ وقتی که ساخت حالا یک شکست یک قطع در یکی از رشته های دینه می. وقتی یک قطع به وجود آمد یه رشته دینه با آسانی میتونه که دوباره چی کنه؟ در بگرد یکی از رشته های قطع نشده دور بخوره و مو پیچ و مو دقیقت تجمع دینه چی شوه؟ صاف شوه. وقتی که صاف شد دوباره چون انرژی پروسه در رابطه فاسد تایروزین وصل است، پس دوباره به شکل اتومات چی میشه؟ گروپ OH به گروپ پینول تایروزین وصل شده و رابطه فاسد دیستر چی میشه؟ ایجاد میشه. به این شکل دوباره پس انزایم توپایزومیریز نوع اول چی میشه؟ کار خود انجام میده و از پروسه دور میشه. به این شکل تبه که در رشته دی ان ای به وجود آمده بود تو چی میشه؟ صاف میشه. توپایزومیریز دو چی کار میکنن؟ توپایزومیریز دو طور عمل میکنه. اگر شما اینجا ببینید یکی از رشته های دبل استرند یا زنجیر درشته دی ان ای به شکل ناریجی نشان داده و یکی هم صاف، یعنی دقیقاً دو رشته دی ان ای از دو قسمت با هم تاو خورده، البته زنجیر دی ان ای از دو قسمت با هم تاو خورده. بنان توپایزومیریز دو با یکی از این زنجیرها وصل میشه، در این زنجیر دبل استرند بریکر با وجود میاره.
یعنی دینمی زنجیر دینی هر دو رشته زنجیر دینی را مش بنانه وقتی که شکستان یک گیت یا گپ بگیم یک فضای پیدا میشه رشته دیگه که از یه تاو خورده ببخشن زنجیر دیگه که با یه تاو خورده این زنجیر از قسمت شکست زنجیر نارنجی عبور میته به شکل کبور داد دوباره پس این زنجیر دینی را هر دو رشته با هم وصل میکنن به این شکل امو تاو خوردگی های چین خوردگی های رشته زنجیرهای های دینی را چی میکنه؟ باز میکنه البته به این شکل رنگ نارنجی هم یک زنجیره درشته دینی است رنگ سرخ هم البته این دوتا جدا نیستن هر دوش یک رشته هستن امتداد یکی دیگه هستن ولی به خاطر که فامیده شود به دو رنگ نشان داده باشه که دو قسمت مجزای زنجیر دینی درشته با هم پیچ و تاب خورده خب به خاطر که انزایم دینی پولیمراز که پروسه را پیش میبره رشته جدید دینی را میسازه ای خاصیت داره که زود دوباره از رشته دینی مادری جدا شوه به خاطر از این کار که بتونه خصوصا در لیدنگ استرند به خاطر که بتونه دینی پولیمریز به شکل دوامدار در رشته مادری دینی وصل باشه و رشته جدید دینی را بسازه از او خاطر یک تعداد پروتین های دیگه نیاز است که پروتین ها به شکل این پروتین ها کنمو سلایدنگ کلمپ می سازه یا نمو حلقه را که چه میکنه ایره محکم میگیره انزایم دینی پلیمریز محکم میگیره ده یا چی میکنه ثابت می نگه میداره در رشته دینی مادری ضرورت است که این پروتین ها با یک پروتین دیگه که به نام کلمپ لودر یاد میشه وصل میشه فعال میشن با دینی مادری وصل میشن و باعث میشه که دینی پلیمریز با دینی مادری ثبات ببخشن و به این شکل خصوصا در لیدنگ استرند باعث میشه که اینمی سلایدنگ کلمپ ها یک کامپلکس پروتین ها دینه پولیمریز به شکل ثابت در رشته دینه مادری نگه داره و رشته دینه دختری را در مقابل از دورو بسازه وقتی که سلایدنگ کلمپ با دینه پولیمریز بسته شد کار کلمپ لودر خلاص میشه پروتین ها جدا میشه خب دینه پولیمریز ما سر صحبت کردیم که دینه پولیمریز چی کار میکرد به امتداد پرایمر نیکلوتاید های که بر ساخت دینه ضرورت است صورت چی میکرد وصل میکرد دینه پولیمریز در ایکولای که زیاد مطالعه شده و می رقم در ایکوریتا که مطالعه شده کمک از هم چی هستن؟ فرق دارن میبینین دینه پولیمریز یک از دو سه و جی است و می رقم در ایوکاریوتا اینا معادله داره مثلا دینه پولیمریز الفا اپسیلون گاما بیتا اینا وظایف مشخص خود دارن که کمک دینه پولیمریز ها در وظایف خود از هم فرق دارن خب یک تعداد آنتی بیوتیک ها هست که باعث نه دینه جریز یا توپایزومریز میشه وقتی که او را نه کرد باعث میشه که پروسه ریپلیکشن اتفاق نفته به می اساس اینا چیکار میکنن عملیه خود انجام میدن یعنی چی میکار میکنن رشد باکتریا را نه میکنن به چی رقم وقتی که پروسه ریپلیکشن اتفاق نفتاد اجرات باکتریا انقسام کرده نمیتن از این جمله یک مثال خوبش چی هست انتیبیوتیک های سپروفلاکسوسین سپروفلاکسوسین همه ما شما زیاد میشناسیم که زیاد استفاده داره یکی از انتیبیوتیک های خوب است و چی کار میکنه؟ دینی جیریز یا توپایزومریز نه میکنه در باکتریا وقتی که نه کرد باعث میشه که چین دینه که بسیار چین خورده می باشه با هم خود رشته در یکی دیگه تاو خورده می باشه ای باز نشه که باز نشد پروسه ریپلیکشن اتفاق نمیفته پروسه ریپلیکشن که اتفاق نمیفتد اجره انقسام کده نمیتونه ما یک قسمت گفتیم که اوریجن آف ریپلیکشن است درست است؟ اگر رشته مادری در نظر بگیریم ای پنج زبر ای طرف سی زبر اگر از قسمت خود اوریجن آف ریپلیکشن در نظر بگیریم اینی سمت سه زبر میشه در رشته مادری این سمت پنج زبر
معمولا ما گفته بودیم که رشته مادری از سمت 13 بر و 15 بر خوانده میشه و رشته دختری از سمت 15 بر و 13 بر ساخته میشه. بسیار ساده است. وقتی که از این قسمت اوریجینال اپلیکیشن به این طرف چی کرد؟ پیش رفت، کلیک از این طرف باز کرد، این طرف هم چی میشه؟ انزایم های دیگه میان کار خود انجام میدن و پیش میرن. اول یک قطعه پرایمر نصب میشه، از این طرف به این طرف ساخته میشه، یک دانیکلوتاید بودن، بعد دینی پلیمیرز میان امتداد میدن. چون سمت خانش به این طرف است، به این رقم دینی پلیمیرز از سمت 15 بر و 13 بر ساخته میره دینی جدیده و این رقم هیلیکز باز کرده میره، یک رشته برای زیر رشته الگو مساعد شده میره دینی پلیمیرز دیگه پیش رفته میره تا آخره. درست؟ هیچ برای زیر مشکل نیسته به خاطر که به سمت که پیش میره رشته الگو سمت 15 بر است که سمت اساسیش است، بنانم به این طریق دیگه پیش رفته میره. خب دی قسمت در نظر بگیریم این حاله دینجا دینه ریپلیکیشن از اینجا آغاز میشه بیسم، چون یک کلیک از این طرف رفته بنان اینجا یک پرایمر ساخته میشه. همیشه چرا از این طرف ساخته میشه؟ به خاطر که رشته مادر از اینجا و این طرف سمت 13 بر 15 بر است. درست است؟ از اینجا از ببینیم 13 بر 15 بر از قسمتی که باز شده 13 بر 15 بر به طرف است. یک پرایمر نصب شد، دینه پلیمریز آمد به امتداد از چی را ساخت؟ رشته جدید دینی را ساخت. خب این هلیکز باز کرده میره، رشته مادری برزی مساعد شده میره از سمت 13 بر و 15 بر مساعد شده میره، یا از سمت 13 بر و 15 بر رشته مادری را خوانده میره و رشته جدید از سمت 13 بر 15 بر و 13 بر ساخته میره. هیچ مشکل نیست تا که باز شده میره یا سمت دینی پلیمریز پیش رفته میره ساخته میره. مشکل در این سمتش است. به طور مثال این طرف ما فهمیدیم نال مشکل در این سمت است که واز شده میره، ولی این سمت اگه در نظر بگیریم وقتی که خوانده میشه دینی پلیمریز به این سمت بخونه شه، این سمت خب 15 بر و 13 بر میشه. از این سمت به این سمت رشته الگو خوانده نمیشه. چرا؟ رشته الگو از سمت 13 بر و 15 بر خوانده میشه. بنان وقتی که اینجا نو باز شده میره و میتونه که پرایمر به این سمت نصب شود، دینی پلیمریز هم به این سمت امتداد بده. نخیر. چرا؟ رشته تمپلیت یا رشته مادری از سمت 15 بر به طرف 13 بر است. خیلی چی کار میشه؟ این میمانه که یک مقدار رشته دینه واز شده، یک مقدار که واز شد اول پرایمره در اینجا نصب میکنه، از این سمت به این سمت نصب میکنه. ببینید از اینجا به این سمت نصب کرده. چرا؟ این سمت این قسمت اگه در نظر بگیریم سی طرف 13 بر به این طرف طرف 15 بر میشه، بنان رشته الگو از 13 بر و 15 بر خوانده شد. بنان اول یک پرایمر اینجا نصب میکنه، باز دینه پلیمریز یک قطعه دینه جدید به امتداد از اون میسازه، باز اجازه میده که هلیکز واز کنه، باز همین رقم قطعه دیگر رو میسازه قطعه. یعنی چون مشکل ما از سمت خانش رشته الگو از این طرف خیپس به این اساس به شکل قطعه قطعه ساخته میشه. همین گپ در این سمت هم هست. شما اگر در نظر بگیرین از اوریجن آف ریپلیکیشن که وقتی که باز شد این طرف به طرف متداوم ساخته میشه، اما این طرف نمیدانه. چرا؟ این طرف اگر در نظر بگیریم 15 بر 13 بر از رشته مادری، خب از سمت 15 بر و 13 بر هیچ وقت رشته مادری خوانده نمیشه، 13 بر و 15 بر خوانده میشه. به نزدیک سمت به سمت خوانده میشه و رشته ها از سمت به سمت رشته های جدید مقابل از ساخته میشه. بنان میبینیم که از این طرف هم به این طرف ببینید در دو قسمت به شکل قطعه قطعه ساخته میشه. در دو قسمت اینمی ریپلیکیشن بابل اگه عمومی شده نظر بگیریم، ریپلیکیشن بابل در دو طرف به شکل رشته دینه به شکل متواتر ساخته میشه، در دو طرف به شکل قطعات قطعات. اینیا که به شکل متواتر ساخته میشه اینه به نام لیدنگ استرند یاد میکنن، اینیا که به شکل قطعه قطعه ساخته میشه اینه به نام لگنگ استرند یاد میکنن، یا هر قطعه از ایره به نام اوکازاکی فرگمنت یاد میکنن. درست؟ حالا فهمیده شد که اوکازاکی فرگمنت چی وقت ساخته میشه و لیدنگ استرند چی وقت ساخته میشه. خب مثلا یک سمت از ریپلیکیشن بابل در نظر بگیریم، این سمت که هلیکز زیر چی میکنه؟ واز میکنه. انزایم چی است که رشته های دو رشته دینه را رابطه های دو جنیش همش کنه از هم دور میکنه؟ حالا چی کار است؟ انزایم هلیکز بود نی؟ حالا بخاطر که دو رشته را از هم دور نگاه کنه و نمانه که دوباره رابطه های دو جنی در خود رشته و در بین دو رشته ایجاد شود، چی وصل میشد؟ پروتین های SSBP. درست است؟ سمت ریپلیکیشن
که صورت میگیره به این سمت هسته ریپلیکیشن فورک درست به این سمت پیش میره این رشته اگه سه زبر باشه این نوک رشته ما داری این نوکش چی میباشه؟ پنج زبر میباشه این نوک پنج زبر میباشه اگه سه زبر باشه طرفش پنج زبر و اگه پنج زبر هستی طرفش باید چی باشه؟ سه زبر باشه بله دینه پولیمریز سه معمولا در اگر در پروکاریوتا در نظر بگیریم در باکتریا بعد از یک پرایمر که ساخته شده پنج زبر به طرف سه زبر ساخته میشه درست آله چی شد؟ ساخته شد آرنه دینه پلومیره زیره و این شکل چی میکنه؟ امتداد میده اما در این طرف چی است؟ آیا این طرف که رشته مادری پنج زبر است به طرف سه زبر خوانده میتونه؟ و یک رشته جدید را سه زبر به پنج زبر ساخته میتونه؟ نه خیر هیچ وقت نمیتونه خیلی پس چی کار میشه؟ طریقه درسته چی است؟ از پنج زبر به طرف سه زبر ساخته میشه پس از طرف سه زبر به پنج زبر خوانده شده از این خاطر این را به شکل قطع قطع میخوانند درست؟ این قطعه ها را به نام اوکازاکی فرگمنت یاد میکنم محدودیت دینی پلومریز خصوصا دینی پلومریز سه که اساس این کار انجام میده چی است؟ تنها میدانه رشته جدیده از سمت سه زبر به طرف پنج زبر بسازه یعنی در موقعیت سه زبر نیکلوتاید بعدی یک نیکلوتاید جدید وصل میتونه شخص اوکازاکی که ما میگیم اوکازاکی فرگمنت میره کشف کرد که از خاطر به نام خودش گذاشته شده انزایم یک انزایم به نام لایگیز چی عمل میده؟ اوکازاکی فرگمنت ها را با هم اتصال میده ای که به شکل رشته جدیدی که به شکل دوامدار ساخته میشه لیدینگ استرنت است درست است و رشته سمتی که به شکل قطع قطع یا قطعات و کوزاکی ساخته میشه رو به نام لگینگ استرنت یاد میشه حالا اگه در نظر بگیریم یک رشته یک زنجیر دینه درشته ایست بعد دو سمت از قسمت که اوریجین آف ریپلیکیشن به دو سمت باز میشه دینی پلیمریز ساخته میره میبینیم اولی کار توسط چی صورت میگیره؟ یک قطعه پرایمر نصب میشه و دینی پلیمریز به امتداد از او پیش میره و هر کازاکی فرگمنت هم یک پرایمر داره درست است؟ خواه حالا چی کار میشه؟ حالا خورشتا ساخته شد حالا در قطعات دینی درشته دینی قطعات آرنی است که باید نه باشه آیا باید آرنی ها چی شد؟ برطرف شد درست است؟ میشه؟ برطرف میشه دینی پلیمریز یک همی کار انجام میده این قطعات پرایمر چی میکنه؟ برطرف میکنه و به جای از رشته دینی رو چی میکنه؟ امتداد میده و توسط انزایم لایگیز اینا با هم دوباره چی میشن؟ وصل میشن حالا من این قسمت که باید چی باشه؟ پرایمرش پس شده این حالا اوکازاکی فرگمنت هایی که دیسه هم ساخته شده از او امتداد پیدا میکنه پرایمر جایزی هم چی میشه؟ پر میشه و اینجا توسط لایگیز دوباره وصل میشه خب ریپلیکیشن فارک گفتیم تا بالا میگفتیم ریپلیکیشن فارک چی است؟ ریپلیکیشن فارک دقیقت اونمو یک سمت از ریپلیکیشن بابل اگه در نظر بگیریم درست از انزایم هیلیکیز است که درشته دینی را باز میکرد درست خود درشته دینی است که توسط سینگل استرند بایندینگ پروتین ها از هم دور نگه داشته شده درست از SSBP ها
و امی رقم انزایم پرایمیز است که در رشته لگنگسترین باید چی را وصل کنه؟ پرایمیر ها را هر بار نصب کنه چندین بار درست است و انزایم دی ان ای پلیمریز سه است که اینا چی میکنه؟ به امتداد پرایمیر ها نمو نکلوتاید های دی ان ای را نصب میکنه و رشته جدید دی ان ای را ساخته میره درست که نمیره به نام چی یاد میکنن؟ ریپلیکیشن فارک یاد میکنن دی ان ای پلیمریز یک و سه توسط دو دانشمند شناسایی شد دی ان ای پلیمریز سه توسط از دانشمند شناسایی شد که هزار بیس در فی ثانیه را نصب میکنن و اساسی ترین دی ان ای پلیمریز است به خاطر پروسه ریپلیکیشن و ای در سال 1959 توسط کارن بک دی ان ای پلیمریز یک شناسایی شده بود که میگفت که دی ان ای پلیمریز یک 20 نیکلوتاید چی میکنه در فی ثانیه نصب میکنه وظیفه دی ان ای پلیمریز یک چی است اونمو قسمت های پرایمر برطرف میکنه و جای دی ان ای رشته جدید دی ان ای را نصب میکنه همین رقم در ادیت و ریپیر چی است نقش داره اگر کوالیت سنفی انجام بدیم یک ریپلیکیشن فارک در یک ریپلیکیشن فارک شما میفهمید که یک ریپلیکیشن بابل دو ریپلیکیشن فارک داره که در دو سمت حرکت میکنه یک ریپلیکیشن فارک در یوکاریوت با سرعت 50 نیکلوتاید فی ثانیه عمل میکنه اگر یک کروموزوم انسانی که 150 میلیون جوره نیکلوتایدی داره چی مدت را ریپلیکیشن این مولکول دی ان ای در بر میگیره که از یک نهایت تا نهایت دیگه ریپلیکیشن شود این را شما محاسبه کنید خب شما که محاسبه کردین اگر ببینید که چقدر وقت گرفت آیا به نظر شما امکان داره که یک پروسه ریپلیکیشن این مدت در نظر در اجرات کریتیک در بر بگیره خب خیرای حل چی است تذاب کروموزوم های حلقوی باکتریا که در حدود 5 ضرب 10 به نمای 6 جوره بیس پیر دی ان ای داشته باشه در از یک ناحیه اوریجینال اوری یا اوریجینال اف ریپلیکیشن پروسس میگرده این پروسه با سرعت 3 ضرب 10 به نمای 5 جوره بیس در هر دقیقه در 3 دقیقه تکمیل میگردد اما تمام ژن های پستانداران در 9 ساعت تضاعف میگردد خب ژنوم پستانداران 3 ضرب 10 به نمای 9 جوره بیس پیر با سرعت مانند باکتریا اگر در نظر بگیریم ریپلیکیشن شود 150 ساعت در نظر میگیره در بر میگیره و 150 ساعت امکانش هست که اجرات کریتیک ریپلیکیشن انجام بده بنان خیلی پس چی کار میشه چندین ریپلیکیشن بابل ایجاد میشه یعنی از چندین ناحیه ریپلیکیشن در حجارات کریتیک چی میشه آغاز میشه و بالاخره ریپلیکیشن بابل های ادامه پیدا کرده و یکی دیگه چی میشه اتصال پیدا میکنه ولی در حجارات پریکریتیک معمولا یک ریپلیکیشن از یک ناحیه ریپلیکیشن آغاز میشه بنان یک ریپلیکیشن بابل ایجاد میشه یعنی یک ریپلیکان دارن و یوکریتیک چندین ریپلیکان داره خب به این شکل شما میبینید که در حجرات یوکاریوتیک از چندین ناحیه انجام میشه این تجربه ثابت کرده توسط هیدروژن که در تایمیدین هیدروژن سه را نصب کرده بودن به اساس از او دیدن که از چندین قسمت چی هست پروسه ریپلیکیشن آغاز میشه و لگیز انزایمی بود که اوکازاکی فرکمنت ها را چی میکرد؟ وصل میساخت خب پروسه ریپلیکیشن زمانی که در دو نهایت کروموزوم های اجرات کریتیک میرسه یعنی در نهایت های در حقیقت در تلومیر ها میرسه یک مشکل ایجاد میشه که نمیده این ریپلیکیشن پرابلم یاد میکنن پرابلمی که در نهایت ریپلیکیشن به وجود میاد اگر ما این رشته دلگوره در نظر بگیریم یا رشته مادری در نظر بگیریم از سمت 5 زبر و طرف 3 زبر است یا از سمت به سمت 5 زبر است در رشته جدید دختری که ساخته میشه در قسمت که لگنگ استرند است اون نمود نهایت تلومیری که لگنگ استرند ساخته میشه
خب اینجا که ساخته میشه اینال باید همیشه گفته بودیم که رشته تمپلیت از طرف 3 بار و 5 بار خوانده میشه حالا از این طرف به این طرف خوانده میشه و اینجا قسمت بود که پرایمر بوده پرایمر به طور مثال توسط انزایم دی ان ای پلیمریز خاصش ورداشته شد پرایمر اما انزایم وجود نداره که از سمت 3 بار به طرف 5 بار رشته جدید ساختن رشته جدید ادامه بده ما شما دیده بودیم که اوکازاکی فرگمنت ها با هم که وصل می شد پرایمر وقتی که برطرف می شد رشته جای پرایمر که توسط دی ان ای پلیمریز پر می شد توسط نوکلئوتاید های دی ان ای جایگزین می شد البته اوکازاکی فرگمنت قبلی امتداد داده می شد که می آمد جای پرایمر بعدی هم چه بکرد پر می کرد ولی اینجا قبل از این دیگه ما اوکازاکی فرگمنت نداریم ضرورت داریم زمانی که اینجا رشته جدید ساخته باشه باید یک پرایمر باشه خود از این جای قسمت هم خالی میمونه قسمت پرایمر است خب همی باعث میشه که چی شوه در هر دور خیلی اگر این مشکل برطرف نشد در هر دور ریپلیکیشن رشته یک رشته جدیده که به وجود میه این خرد خرد شده بره معمولا در قسمت های تیلومر یک سلسله خاصه که تی تی جی 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 هسته این چندین بار به تعداد زیاد این تکرار شده در هر دو تیلومر یعنی این قسمت هایی که غیر کد کننده هستن یا چی شده تکرار شده به خاطر که همین پرابلم حل شده یک انزایم به نام تیلومریز وجود داره انزایم تیلومریز انزایم تیلومریز در ترکیب خود یک قطعه از آر ان ای داره این آر ان ای متمم اینمی تکرارها سلسله های تکراری تیلومر هستن خیلی به این اساس وقتی که انزایم تیلومریز میه با رشته مادری وصل میشه در نهایت سه زبر از او چی میکنه؟ یک چندین سلسله تکراری دیگر را چی میکنه؟ نصب میکنه یا میسازه چون خود آرنه از این متمم بازید پس به این شکل از روی آرنه خود در قسمت چی میکنه؟ رشته جدید با یا قطعه جدیده که به نمو سلسله چی هستم تکراری تیلومیر هاست وصل میکنه این حال که وصل کرد چون این قسمت طویل میشه باعث میشه که یک آر ان ای پرایمر وصل شده اینجا و دی ان ای پلیمریز یک رشته جدید دی ان ای چی میکنه میسازه حالا که ساخته شد پس به این اساس چی شد رشته جدید هم که ساخته میشه و چی هسته مثل رشته سابق مادری واره یا رشته الگو واره تکمیل است خب حالا چی کار میشه میبینیم در این قسمت در رشته مادری یک نو کزی بازم جای پرایمر قبلی چی نو خالی موند ولی باید محافظه شود غیر زود توسط اگزونیکلیز ها زود از بین برده میشه این چطور محافظه میشه توسط یک تعداد پروتین هایی که به نام شلترین یاد میشه ای اول پوش میشه و اینمی قسمتی که میبینین از اینی رشته سرخه که اینجا وجود داره به تنهایی اینمی قسمتی که در رشته مادری نو ایجاد شد و متمم نداره به شکل تک رشته ایست این میاید دور میخوره که اینمی تیلوپا میسازه با یک قسمت از رشته جدید ساخته شده در قسمت داخلی که متمم از اوسته با او چه میکنه وصل میشه و خود رشته قبلی از او جدا میشه و اینجا این وصل میشه که اینمی ساختمان مکمل به نام تیلو بیاد میکنه و این قسمت که یک لوپ ایجاد میشه این به نام دیلو بیاد میکنه به این اساس پروتین های شلترین ها میره پوش میکنه و چی میکنه دو نهایت تیلومر محافظه میشه از عمله اگزونیکلیز ها به همی کوتاه شدن رشته دینی را در قسمت های تیلومر که باعث ایجنگ هم میشه که در حجرات که همی انزایم تیلومریز فعال نیست به اندازه کافی دائم فعال نیست باعث میشه که عمر انقسام حجری از یا کوتاه باشه یعنی گفته میشه که اینمی میکانیزم باعث میشه که از انقسام حجری غیر کنترل شونده حجرات جلوگیری کنه یعنی یک محدوده برای حجرات سوماتیک چه میکنه؟ ایجاد میکنه که مثلا اگر ما فبروبلاست رو در نظر بگیریم فبروبلاست میتونه که در حدود 60 بار چی شود انقسام کنه
خب تحقیقات وقتی که انجام دادن چون تلومریز ازی به مرور زمان از بین میره جینش غیر فعال میشه یک جین فعال تلومریز در حجرات فیبروبلاست داخل کردن و دیدن که هنوزم از 60 بار اضافه هنوزم چی میگن پروسه ریپلیکیشن ادامه میده و انقسام حجروی انجام میده پس به این مناسبه دیدن که تلومریز ها نقش اساسی داره همین خود تلومیر ها نقش اساسی داره در پروسه ایجنگ و همین رقم در پروسه کنترل انقسام حجروی که نمیمونه که این حجرات چی شود به شکل به طرف حجرات سرطانی و خبیزه پیش بره و انقسام غیر کنترل کننده داشته باشه البته یکی از میکانیزم ها وجود است تشکر